من حسین مولی هستم در برنامه برگی از تاریخ. آقای امینی عزیز ما، محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران، مانند سه هفته گذشته میپردازند به ناراستی هایی که بر گرد نام مصدق ایجاد کردند و برای راست گرداندن این ناراستی ها پژوهش های جالب خودشون را عرضه می دارند درباره زندیات محمد مصدق. یکی از انگیزه های برگزاری این برنامه ها 50 سالگرد درگذشت زندیات مصدق بود. مصدق بعد از 80 سال زندگی پربار، زندگی پر از افت و خیز، در 14 اسفند 1345 در بیمارستان نجمیه در تهران درگذشت. او 13 پایانی عمر خود را در زندان زرهی تهران و سپس در روستای احمدآباد طی کرد. امروز همیانان گرامی برنامه بسیار شنیدنی را برای شما در پیش داریم که رفع شبهه و پاسخ به برخی اتهام‌های بیپایه درباره نامه مصدق به سفیر کبیر شوروی در سال 1323 به حال عرضه خواهیم داشت. در برنامه‌های گذشته آقای امینی به دیوان داوری لاهه و سپس مذاکرات نفت پس از ملی شدن صنعت نفت ایران پرداختند و سپس با مدارک انکارناپذیری نشان دادند که کابینه مصدق نخستین دولت پس از مشروطه بود در لایحه انتخابات شهرداری ها در سال 1331 که به زنان ایران حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد. و در همون برنامه گزارش واکنش پر از آشوب روحانیون و گروهی از نمایندگان مجلس رو در برابر این اقدام شجاعانه و پیشروانه زنده‌یاد مصدق با بینندگان عزیز در میان گذاشتند. و هفته پیش هم بحث بسیار جالبی درباره دشمنی‌های نهان و آشکار فدایان اسلام و نواب صفوی با مصدق و یاران و پیرامونیان اون داشتیم که با استقبال زیاد همیهنان روبرو گردید. البته همیهنی در نامه‌ای گلمند بودن که چرا در این برنامه از ماجرای ترور نافرجام حسین فاطمی از سوی مهدی عبد خدایی به اندازه کافی یاد نکردیم. در این زمینه با آقای امینی صحبت کردم و ایشان قول دادن که در نخستین برنامه سال جدید ایرانی در این زمینه مفصلا صحبت کنند و بررسی جایگاه بازماندگان فدایان اسلام در پیدایش دولت جمهوری اسلامی رو مطرح کنند. جناب آقای امینی، درود بر شما. درود بر شما جناب مهدی. سپاسگزار هستم از این پیشگفتار بسیار گسترد و پر از دانش شما. بها سایه شما بر سر این نوشته هاست. سپاسگزارم. البته ما زیر سایه شما سالها رو سپری میکنیم. اینک هم به پایان سال رسیدیم. چند سال از جناب مهدی من با شما اول در رادیو و سپس در تلویزیون کار میکنم. 10 شده نه؟ بیشتر شده به نظرم. بیشتر شده بله. بله، وقتی من بیمارستان بودم شما به جای من برنامه رو اجرا میکردید در رادیو. سال یعنی اکتبر 1911 بود. 2011 اکتبر 2011 2012 رادیو تعطیل شد. بعد همون فکر میکنم یک سال پس از این بود که زمان فرمان روایی یک مدیر دیگری در تلویزیون اندیشه، من از شما خواهش کردم و تلویزیون اندیشه هم پذیرفت که شما
همون روش کار خودتون رو به تلویزیون اندیشه بیارید و در نتیجه در اینجا هم به 5 سالی 4 سال و نیمی ما با هم بودیم. بله 5 سال شد. 5 سال شد. بله. خب اون طرف هم شاید شد. من از شما و تلویزیون اندیشه بسیار بسیار تشکر میکنم واقعا. که اجازه دادن همون روش رو من ادامه بدم. ببینید واقعیت اینه که این مسئله اجازه نیست. من فکر کنم باید تلویزیون اندیشه مدیر و دارنده تلویزیون شادمان باشن که مردی با پیشینه شما، انسانی با پیشینه شما، با این روزنامه نگاری اول با قلم و خامه آغاز کردید، سپس کار رادیویی و اینک در تلویزیون. چقدر 50 سال است شما کار، دست کم 50 سال کار روزنامه نگاری میکنید و یکی از به راستی باید سرمایه های روزنامه نگاری. خواهش میکنم. باید افتخار من هست که این همه سالها با شما بودم و از آشنایی با شما و همسر گرامیتون بسیار بسیار شادمان هستم و امیدوارم که دست کم یه 60 سال دیگه هم با هم همکاری. از بابت همه چیز تشکر میکنم جز 60 سال مربوط به خودم. حالا ببینیم چی میشه دیگه. گفتن آقا امام زمان 1000 خورده، چقدر به 1000 سال ایشون زندگی کردن، بیش از 1000 سال. حالا ما هم اگه بتونیم 150 سال زندگی کنیم بد نیست. به حال اون روزا میرسه، تردیدی نیست. بله بله انشاءالله با امید خدا. جناب مهری، من از این فرصت استفاده میکنم، این آخرین برنامه ما در سال 395 خورشیدی است و من میخوام که این فرارسیدن نوروز رو به شما، خانواده شما، به خانواده اندیشه، به همه همکارانمون در تلویزیون و از همه اینها برتر به همه ایرانیان شاد باش بگم و مانند هر سال این امید و آرزو رو داشته باشم که شاید سال آینده ما از بختک این وضعیتی که در کشور ما به وجود آمده رها بشویم. امید خدا. دوالپا به قول معروف. من سال هاست که این واژه دوالپا رو استفاده نکرده بودم، بختک، و امیدوارم از این رها بشویم. ولی بر روی جدا از سیاست، آرزوی تندرستی و سربلندی و نیکی و همه بهترین رو برای هممیهنان دارم و در خدمت شما در این سال آینده هم خواهم بود. با امید خدا ما در خدمت شما خواهیم بود و چقدر زیبا آرزوتون رو بیان کردید که دیگه نیازی نیست ما چیزی بگیم. خب آقای امینی بفرمین که در باب اون چه که من عرض کردم چه دارید که بگویید؟ بسیار چیزها. بروی ما در این چند هفته گذشته درباره راست گرداندن ناراستی ها پیرامون زنده یاد محمد مصدق پرداختیم و این است که فکر میکنم که برنامه تازه‌ای رو که اعلام کردی در آغاز دنبال میکنیم و البته نوشته هم در این زمینه من به چاپ رساندم و امیدوارم که به همین زمینه در این برنامه پردازیم. خب آقای امینی، نوشتاری از شما در روزهای گذشته منتشر شده که گویا بخش دوم مقاله است زیر عنوان در راه راست گرداندن پاره از ناراستی ها درباره مصدق، و در این نوشتار شما به بررسی انگیزه و هدف مصدق از نوشتن نامه به ماکسیموف سفیر کبیر اتحاد شوروی در ایران در تاریخ 22 اسفند 1321 پرداختید. برخی نوشته و گفتند که این نامه مصدق محرمانه بوده و گویا تنها در این چند سال گذشته متن کامل آن منتشر شده است. آیا همین صحت داره؟ نخستی که فکر کنم شما منظورتون 23 بود، 1323. 23. بله بله. ببینید جناب مهری، ما در برنامه های هفته های گذشته انگامی که مثلا به نادرستی داوری های
برخی از پژوهشگران درباره اینکه مصدی از حق رأی زنان جلوگیری کرد که معلوم بود که نه تنها جلوگیری نکرد بلکه او نخستین نخست وزیر دوران مشروطه بود که تاریخ ایران بود که به این پرداخت، یا هنگامی که به موضوع میبخشید من این تلفنم یک روشن شد بیدلیل، یا اینکه هفته پیش به پاره ناروایی ها و ناراستی ها درباره آنچه که در نوشتارهای کسانی مانند آقای ابراهامیان آمده در موضوع مصدق پرداختیم. بیشتر کسانی که در این زمینه ها تا امروز داوری کردن، من باورم این است که از روی نادانی ناآگاهی بوده. اما این ماجرای نامه مصدق به صفی کبیر شوروی از موضوع نادانی و ناآگاهی دیگر بر کنار است. یک نوع شامورتی بازی، یک نوع حق بازی در این کار هست، یعنی بازی با تاریخه. گفته می شود که مصدق یک نامه محرمانه نوشته در 22 اسفند 1323 به ماکسیموف صفی کبیر اتحاد جماهیر شوروی، و در این نامه محرمانه حرفهایی رو زده که بعدها نشان میدهد که او گویا سر و سری با دولت شوروی داشته، و حتی تا اونجایی پیش میروند برخی از این آدم ها که میگویند که اصلا شاید آدم شوروی ها بوده. البته ما اینها رو خیلی شنیدیم، حزب توده میگفت مصدق آدم آمریکایی هاست، و برخی میگفتن او آدم انگلیسی هاست و اصلا نفت رو از سوی انگلیسی ها ملی کرده، حالا میگن آدم شوروی هاست. به نظر می آید که این چهره ماندگار تاریخ ایران آدم همه بوده، ولی در واقع باید او آدم فقط مردم ایران بوده و بقیه این داستان ها رو ساختن. نخست این که جناب بوهری، این واژه محرمانه واژه دولتی است، یعنی من اگر یک نامه خصوصی به شما بنویسم به این نمیگن محرمانه در قاموس سیاست، یه نامه خصوصی پنهانی میان من شماست. محرمانه در سپهر سیاست مفهوم دارد، یعنی درجه بندی های معینی از بهش میگن سیکرت و چیزهای از این دست در فرهنگ سیاسی جهان وجود داره که اسناد رو محرمانه میکنند، یعنی هر کسی نمیتواند به اونها نگاه کند. مثلا اسناد بریتانیا، اسناد دولت بریتانیا در مورد 28 مرداد هنوز محرمانه است. اسناد CIA در مورد 28 مرداد میگوین گم شده، آتش گرفت یا آب به اونها افتاد و از میان رفته. حتی دولت بریتانیا بسیاری از اسناد مربوط به کودتای 28 کودتای 1299 رو هنوز منتشر کامل نکرده. برخی از اونها امروز غیر محرمانه شده، و اونهایی که غیر محرمانه شده خب آگاهی های خیلی خوبی به ما میدهد و کمک به پژوهشگران تاریخ میکند که درباره اون دوران بنویسند. نامه مصدق به صفی کبیر شوروی رو چند ایراد میگیرند. میگویند نخست محرمان است. محرمانه نیست. خواهم گفت چرا. دو دیگر اینکه میگویند که چرا مصدق اصلا به خودش اجازه داده به عنوان نماینده مجلس نامه بنویسه. مصدق که نماینده اول تهران در مجلس 14 بوده، به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس انتخاب می شود. مجلس دارای کمیسیون هست و رؤسای کمیسیون ها دارای حقوق بسیار بالایی هستند، روابط دارند با وزیران و حتی با دولت های خارجی. مصدق هم در این جایگاه یک نامه‌ای به سفیر شوروی نوشته، اشاره خواهم کرد. اما آیا واقعا این محرمانه بوده و اصلا در دست کسی نبوده؟ حرفایی که مصدق در این نامه در اسفند 1323 زده حرفای پنهانی است. من پیکره رو برای کارگردان فرستادم، پیکره شماره 1، که این پیکره نشان میده که چه تاریخی مذاکرات مجلس، اگر بتوانند بزرگتر کنند که خیلی بهتره، نتوانند مسئله نیست. این برمیگردد به مذاکرات مجلس، جلسه 79، دوره 14 قانونگذاری
شماره مسلسل 1336 در یک شنبه پنجم آذر ماه 1320 و ببخشید سه شنبه هفت آذر ماه 1323 خورشیدی. این مذاکرات مجلس است. سپاسگزارم، دیگه لازم نیست که این رو نگه دارید. در این مذاکرات مجلس، در بخشی از این مذاکرات مجلس گفتگو بر سر روابط ایران با دولت شوروی به پیش می آید. موضوع بر سر این است که گفتگوهای وجود داشته در اون دوران، گفتگوهای بسیار بسیار جدی در اون دوران درباره مسئله حقوق ایران و رابطه او با متفقین که ایران رو گرفته بودند و سخنرانی بسیار بسیار طولانی زندیاد محمد مصدق و دیگران. جالب اینجاست که چش نفر کسانی که در این دوره پیش از مصدق سخنرانی کردند و سپس خود مصدق تقریبا میتوان گفت آنچه رو در سخنرانی های خودشون ایراد کردند که در نامه مصدق در اسفند 1323 آمده، یعنی سخن پنهانی نیست، همون حرفایی که مصدق در مجلس زده و دیگری کسانی که در مجلس سخنرانی کردن، از جمله دکتر عبدو هیچ پیوند سیاسی با دکتر مصدق نداشته، همین سخنان رو مطرح کرده. جالب اینجاست که این اسناد محرمانه، این نامه محرمانه در کتاب جلد یکم و دوم موازنه منفی که در سال 1327 و 29 پیش از آغاز زمامداری مصدق از سوی آقای کیوستوان در تهران منتشر شده، اینها درج شده. خواهش میکنم به ترتیب 3 و 4 رو نشان بدهید. بله، این جلد دوم موازنه منفی کیوستوان هست. جلد اول رو هم من فرستاده بودم، نه نیست اونجا، مثل که دریافت نکه آینه سیاد. ببینید، این جلد نخست سیاست موازنه منفی در مجلس چهارم هستش، چهاردهم هستش، که آقای کیوستوان در 1327 منتشر کرده و متن کامل سخنرانی مصدق در این کتاب آمده. من پیکره‌ای که برای برنامه ساز تلویزیون فرستادم، کارگردان فرستادم، پیکره کتابی است که در دست دارم و نشان میده در سال 1327 متن سخنرانی مصدق، نامه مصدق منتشر شده. آدم هایی که آمدن و اتهام زدن میگویند که این نامه رو بعدها آدم ها آمدن و از ورثه مصدق گرفتن. مصدق در سال 1327 زنده بوده و نیازی به ورثه نداشته و این نامه چاپ شده. جالب اینجاست که به طور کامل نامه زنده یاد مصدق در خاطرات سیاسی قوام السلطنه که غلام حسین میرزا صالح اون رو منتشر کرده در سال 1391 خورشیدی، یعنی 4 سال پیش، این رو من در عنوان رو در جلد کتاب رو در فرستادم، ایشون نشون دادن شماره 5 هست و سپس می توانن شماره 6 رو نشان بدهند، 5 و 6 رو به دنبال هم بیارن. بله، این جلد کتاب هست، در شماره 6 رو میتونن نشون بدن که متن کامل نامه مصدق رو در این کتاب ما میبینیم. متنیست که قوام السلطنه به اون اشاره کرده، از صفحه 115 این کتاب تا صفحه 120 این کتاب این نامه هست. و جالب اینجاست که قوام السلطنه در این باره نوشته است که این نامه، نامه بسیار بسیار خوب و دقیق بوده. بنابراین محرمانه بودن این سند یک دروغ تاریخی است و هیچ گواهی بر این نیست که این نامه محرمانه بوده باشد. سپاسگزارم. ممنون آقای امینی. این یادداشت‌ها واقعا از قوام سلطنه است.
در بخشی از این یادداشت ها از قول قوام از مصدق بسیار ستایش شده، درسته اینا؟ ببینید این یادداشت ها رو کسانی هم بر زنده یاد غلام حسین میرزا صالح که به داوری من یک پژوهشگر بسیار بسیار قابل اطمینانی هست خورده گرفتن. ایشان البته در مورد این یادداشت ها، کشف جدیدی نیست، این یادداشت ها رو ایشان در مقدمه یادداشت ها رو، مقدمه طولانی یادداشت ها رو که 80 صفحه می باشد، در همون سالهای بعد از 28 مرداد در روزنامه، در مجله خواندنی ها در چند شماره به چاپ رسوندن. البته در اون دوران دیگر قوام زنده نبوده، ولی بر روی یادداشت‌ها در دست ایشان بوده، ایشان نزدیک بودن با آقای قوام السلطنه و آشنایی داشتن یا با خانواده ایشان، یادداشت‌ها رو در اختیار ایشون قرار دادن. ایشان میگویند که قوام داوری خیلی مثبتی نسبت به مصدق داشته. البته میدانید که مصدق و قوام خویشاوندی هم داشتن و نخستین شغل رسمی دولتی زنده یاد محمد مصدق، دولتی منظورم در کابینه، در کابینه وزارت است، بیشتر والی بوده، ولی در شغل کابینه او در سال 1300 در کابینه قوام السلطنه است که او وزیر دارایی شد و در نتیجه رابطه میان اونها وجود می داشته. مصدق نه تنها وزیر دارایی شد، بلکه قوام السلطنه از اختیارات ویژه‌ای که با مجلس باید به ایشان میداد برای کار دارایی پشتیبانی کرد. این نکته جالبی است در تاریخ که سالهای پس از اون خیلی ها خورده گرفتند که مصدق به طور غیرقانونی از مجلس اختیارات ویژه گرفت. چنین نیست، نخستین صورت اختیارات ویژه در کابینه قوام السلطنه در سال 1300 است، در دورانی که سردار سپه وزیر جنگ قوام السلطنه بوده، پس از رفتن سید ضیاءالدین طباطبایی از ایران در اون دوره کوتاه نخست وزیری او، و در اون کابینه مصدق وزیر دارایی است و این روابط میان مصدق و قوام ادامه پیدا میکنه. یعنی همچنان این مناسبات تا حدودی دوستانه و گاه درگیر ادامه پیدا میکنه. اگر این یادداشت ها رو دقیقاً بپذیریم که یادداشت‌های خود قوام بوده، ایشان در بخشی از این یادداشت‌ها میگوید که مدلول این نامه یک بار دیگر ثابت می‌کند که دکتر مصدق هیچگاه از پیروی اصولی که برای حفظ منافع ملت ایران اهمیت حیاتی دارد عدول نکرده است. در ایام تاریک و بحرانی دکتر مصدق میثاق وفاداری را که با ملت خیش امضا کرده بود ضمن مکاتبه با نماینده یک دولت مقتدر به خاطر آورد. خب ببینید قوام دارای این جنبه ها بوده. یعنی قوام السلطنه آدمی است که در کارزارهای سیاسی گاه این سوی گاه اون سوی رفته، ولی فراموش نکنیم ما دو سند بسیار بسیار درخشان از قوام در دست داریم که بسیار بی‌نظیر هست. این دو نامه ای است که به محمد رضا شاه نوشته در مورد مجلس مؤسسان و بر او خورده گرفته، که گواهی است از اینکه قوام السلطنه در این حال که در دورانهایی وارد کارزارهایی شده که بسیار بسیار منفی بوده از نقطه نظر داوری تاریخ، در دورانهایی هم نقش بسیار بسیار مثبت داشته. حتی در اون اعلامیه معروف کشتیبان، بیانیه کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، شاید نخستین کسی باشد که از واژه جدایی سیاست از دین در یک بیانیه سیاسی یاد کرده. بنابراین من میتوانم بپذیرم که در اون دوران که قوام این یادداشت ها رو بر کاغذ می نهاده، خیلی خیلی پیشتر از آغاز زمامداری زنده یاد مصدق است، چنین داوری مثبتی نسبت به مصدق می داشته. خب بفهمید که برگردیم به خود نامه به ماکسیموف. بله. انگیزه نوشتن این نامه چی بوده آقای امینی؟ و چرا کسانی به مصدق اتهام میزنن که
او از منافع شوروی در این نام دفاع کرده، پشتیبانی کرده. ببینید جناب موهری، ما با یه دوران بسیار ویژه تاریخ ایران روبرو هستیم. ایران اشغال سه نیروی خارجی شده، شوروی، بریتانیا و کمتر از اونها ایالات متحده آمریکا، خیلی اندکی پس از اون در واقع به جنگ پیوسته، ولی جزو نیروی متفقین هست و نیروی نظامی در ایران داره، محدود، خیلی محدودتر از نیروی نظامی شوروی و بریتانیا. در این حال فراموش نکنیم که دولت ایالات متحده آمریکا از سال 1300 خورشیدی در سودای دستیابی به منابع نفتی در ایران بوده و جالب اینجاست که قوام السلطنه در دورانی که پس از برکناری سید ضیاءالدین نخست وزیر شد، اوست که در واقع پای ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های نفتی رو به ایران باز می‌کنه و ماجرای بسیار بسیار پر از درگیری در مجلس شورای ملی اون زمان بوده که من امروز نمی‌خوام به اون بپردازم، ولی پس از آغاز جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از اشغال ایران، دستیابی به منابع نفت ایران در شمال بسیار اهمیت داشته و در این زمینه تا جایی مسئله بالا میگیره که در اسنادی که امروز ما در دست داریم، اسناد وزارت خارجه دولت ایالات متحده آمریکا، موضوع نفت رو درست در آستانه ورود کافتارادزه به ایران به عنوان یکی از مهمترین مسائل سیاسی ایران مطرح میکنند. کافتارادزه در حدود 5 ماه پیش از این نامه معروف مصدق با هیئتی برای مذاکره بر سر نفت شمال وارد ایران میشوند. درست در همین زمان است که دولت ایالات متحده آمریکا خواهان روابط ویژه با ایران میباشد. اجازه بدید که ما به سند شماره 7 نگاه کنیم در این برنامه. این سند شماره 7 که من برای جناب امیر فرستادم، اگر بتوانند ایشان، بله، این سند شماره 7 خیلی جالب است. در این سند شماره 7 گزارشی است از تهران در ماه اوت 1914. در سپتامبر 1921، هم در 21 سپتامبر 1914 کافتارادزه وارد ایران شده. درست تاریخ ها رو نگاه کنید، 21 سپتامبر کافتارادزه 1944 پوزش میکنه 44 وارد ایران شده. کافتارادزه در واقع معاون وزیر خارجه، کمیساریای وزیر وزارت خارجه دولت شوروی است، وارد ایران میشود در 4 اوت، یعنی در حدود 1.5 ماه پیش از ورود کافتارادزه. از ایران فورد شارژ دافر دولت ایالات متحده آمریکا به وزیر امور خارجه گزارش میدهد که موضوع نفت به بالاترین درجه خودش رسیده و ما در حال گفتگوهایی هستیم برای گرفتن امتیاز نفت شمال در ایران و در این گفتگوها جانب بریتانیا رو داریم، هواداری بریتانیا رو داریم، گرفتاری های با دولت شوروی که بخش شمال ایران در اختیار اون هست به نظر می آید که به وجود آمده باشد. یعنی در این دوران بریتانیا خواهان این بوده است که دولت ایالات متحده آمریکا و کمپانی های آمریکایی شاید بتوانند نفت شمال رو در اختیار بگیرند، پس پرده هم با شوروی ها بازی می کردند که اونها بتوانند نفت شمال رو در اختیار بگیرند. هدف بریتانیا در این ماجرا خیلی روشن بوده که موضوع امتیاز و چیرگی بر نفت جنوب ایران رو که اساساً نفت ایران بوده، چون نفتی در شمال هنوز وجود نداشته، موضوع بر سر استخراج و اکتشاف نفت در شمال بوده، نفت ایران اساساً از خوزستان می آمده و دولت بریتانیا، شرکت نفت ایران و انگلیس، چیرگی مطلق بر اون نفت داشته. اونها می خواستن با مذاکره یا با شوروی یا با آمریکا و بازی با این قدرت ها امتیاز خودشون رو در مورد نفت جنوب قطعی بکنن. یعنی هیچ کس این رو مورد پرسش قرار ندهد، جدا از اینکه چه کسی، هیچ کدام نیرو در پایان جنگ جهانی دوم
پیروز بشود، چون در 1944 تقریبا روشن بوده که متفقین پیروز خواهند شد، بازی میکردن بریتانیا، یعنی دولت انگلیس بازی میکرده. آمریکایی ها سخت خواهان دادن امتیاز به شرکت های آمریکایی بودند و شوروی هم نفت شمال رو میخواسته. این سندی که من در اینجا نشان دادم گواه بر این است که گزارشی که ما در دست داریم از سفارت ایران، سفارت آمریکا در ایران، نشان میدهد که اونها سخت پایبند مسئله نفت بودند. و جالب اینجاست که درست در بزنگایی که گفتگوها با دولت در ایران در اون هنگام در آستانه دادن ثمری بوده، هیئت ویژه بسیار نیرومند اتحاد شوروی وارد ایران می شود، کافتارادزه، به رهبری کافتارادزه. و در پاسخ به این موضوع هست که مصدق در همون سندی که من نشان دادم، در مورد سندی که به عنوان مذاکرات مجلس، سند شماره یک که نشان دادم، ایشان می توانند دوباره نشان بدن، در اون سند مصدق طرحی رو که در واقع طرح خودش هم نیست، طرحی است که با کمک چند نفر دیگر از جمله فرخ اون رو فراهم کرده، یکی از نمایندگان مجلس، طرحی رو به مجلس میدهند که 4 ماده است و ماده نخست اون بسیار مهمه، که در این ماده نخست دادن امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع میشود و هر نوع مذاکره از اون جلوگیری میشود. مصدق در سخنانی که در مجلس در این باره گفته و همچنان در نامه‌ای که به سفیر شوروی نوشته میگوید که ما مخالف دادن امتیاز معامله نفت با شوروی نیستیم، به شرط اینکه انحصار استخراج نفت در دست دولت ایران باشه. یعنی میگوید که ما نمیخواهیم یک پیمان دارسی دیگری رو اینک به شوروی بدهیم و ایران رو تقسیم کنیم میانه انگلیس و شوروی و آمریکا، چون نطفه ملی شدن صنعت نفت در روح و روان ایرانیان وجود می‌داشته که ما باید بر صنایع نفت ایران چیره باشیم و اون رو از خودمان بدانیم. نامه دکتر مصدق در واکنش به این موضوع است که حزب توده در اون راهپیمایی بسیار بزرگترین راهپیمایی تاریخ ایران در اون هنگام که درست در بزنگاه ورود کافتارادزه انجام شده، اعلام میکند که ما خواهان دادن امتیاز نفت به مرگ بر ساعت. بله، مرگ بر ساعت. ساعت شما یادتونه ها؟ نه، اون موقع من 2 سالم بود. 2 سال هنوز بیاد نخست وزیر نشده بود، چون اون زمانی که مصدق این سخنان رو گفت بیاد نخست وزیر شده بود، ولی دوران ساعت یا ساعت به قول این تظاهرات کنندگان که نمیدونستن فرق ساعد و ساعت چیه، موضوع دادن امتیاز نفت به شوروی مطرح میشود و حزب توده واقعا در این راستا یک نوع خدمتگزار سیاست اتحاد جماهیر شوروی میشود و موضوعی در این بوده که چگونه میتوانند به ویژه پس از اینکه این مصوبه رو مصدق، این ماده واحده رو به مجلس برد و مجلس رأی داد و سخت دشمنی اتحاد شوروی رو برانگیخت و نمایندگان حزب توده با او تماس گرفتن، نامه‌ای که به سفیر به ماکسیموف نوشته میگوید که شما نگران نباشید، ما دشمنی با شوروی نداریم، حتی از شوروی تجلیل میکنه. جالب اینجاست که در همین متنی که من نشان دادم در مذاکرات مجلس، بسیار دیگر هم از دولت شوروی تجلیل میکنن، جنبه‌های دیپلماتیک داره، نمیخواهند دشمنی دولت‌های خارجی رو برانگیزن. ایران در اشغال دولت‌های خارجی است، به ویژه بخش‌های شمال ایران، آذربایجان تا زنجان و قزوین و بخش‌های گیلان و مازندران و شمال خراسان زیر سلطه ارتش سرخ است و این است که با یک زبان محافظه‌کارانه پر از ملاحظه، پر از دغدغه آینده ایران و استقلال ایران با اونها سخن می‌گویند و می‌گوید که شما نگران نباشید، پس از پایان جنگ ما وارد گفتگو خواهیم شد و منافع همه رو تأمین خواهیم کرد. ولی نکته ای رو که در اونجا مصدق مطرح میکند این است که
این منافع باید استوار با حق ایران برای استخراج و اکتشاف و استخراج نفت از سوی شرکت‌های ایرانی، دولت ایران باشه. پافشاری میکنه که ما این امتیاز رو نمیتوانیم یک بار دیگر مانند امتیاز دارسی که به دولت به یک فردی داده شد و بعد اون فرد رفت و بالاخره فروخت این رو به طور غیر مستقیم به دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران انگلیس به وجود آمد که فاجعه در زندگی سیاسی اقتصادی ایران آفرید. ما نمیخواهیم قرارداد دارسی رو اینک در شمال ایران به دیگران بدهیم. ما میخواهیم بر نفت خودمان چیره باشیم. این بنیاد نامه مصدق است که آمدن و کشف کردن که نامه محرمانه سر و سری داشته با روابط محرمانه مصدق با شوروی ها که آنچنان کارشکنی در کارهای مصدق و دوران‌های پس از اون کردند. آقای امینی، شما در نوشتارتون به اسنادی از آرشیو دولتی آمریکا اشاره کردین. بله. آیا این اسناد اختصاصی هست و شما به طور ویژه‌ای با آنها دست پیدا کردی؟ جناب باریب، این هم نکته بسیار جالب است که مطرح میکنید، چون این آدم هایی که این اتهام ها رو میزنن اگر براستی پژوهشگر باشند میدانند که این اسناد بایگانی شده رسمی است، در آرشیو رسمی دولت ایالات متحده آمریکا در وزارت امور خارجه وجود داره. اسناد محرمانه نیست. من جز خواندن این اسناد کار ویژه‌ای نکردم، یعنی رفتم و این اسناد رو یافتم. این اسناد رو اینترنت موجوده، حتی شما مجبور نیستید به دانشگاه پرینستون یا دانشگاه دیگر بروید این اسناد رو پیدا کنید. این اسناد در آرشیو شده، در اینترنت موجود هست به عنوان زیر نام فروس FRUS Foreign Relations of United States، بخش بخش شده، حتی میگوید کجا به خاورمیانه، کجا به ایران، کدام سالها وابسته است. البته باید رنج خواندن اینها رو بر خود هموار کرد، یعنی ساده هم نیست، یعنی بنده باید تمام این اسناد مربوط به ایران رو در سالهای بسیار زیادی میخواندم تا دست بیابم به پاره ای از آنچه که در اون دوران بوده، مانند کار بسیار بسیار ارزنده‌ای که سیروس غنی در خواندن اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا برای نوشتن کتاب فراز و فرود رضا شاه انجام داده. و خب رنج پژوهش یعنی رفتن و خواندن. بیشتر پژوهشگران دسترسی به اسناد محرمانه ندارند و من هم سند محرمانه‌ای در دست ندارم. اسنادی که در دست دارم اسنادی است که غیر محرمانه شده. این اسناد موجود هست و بر پایه این اسناد می توان به اهمیت رابطه ایالات متحده آمریکا با متفقین، دیگر متفقین و موضوع نفت پی برد و بسیاری از اینها در گزارش ها موجوده. آدم هایی که به این مسئله نامه مصدق پرداختن، از جمله من یک دوستی برای من یک کلیپی رو از یکی از این برنامه‌های تلویزیونی فرستاده بود که جوانی در اون برنامه میگفت با حرارت بسیار زیاد و ادعای بسیار گزاف که بله، این مثلا در مورد بنده میگفت که این آقای امینی نمیداند که دولت ایالات متحده آمریکا اصلا ایران رو اشغال نکرده بود، بلکه فقط بریتانیا و شوروی بودند که ایران رو اشغال کرده بودند. شما اگر به اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نگاه کنید، می‌بینید که این نوع سخنان گزافه‌گویی بیش نیست، یعنی نادانی است. این که می‌گویید که آیا من به اسناد محرمانه دست پیدا کردم، جناب امیر سند شماره 9 رو خواهش می‌کنم نشان بدهید. در این سند شماره 9 در تاریخ ماه می 1944 در مورد نیروی نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران سخن میگوید و حقوق نظامیان، چون آمریکا دیر به اشغال ایران پیوست. علت اون هم در این است که آمریکا به طور رسمی تا هنگام اشغال ایران وارد جنگ نشده بود و داستان پرل هاربر و اعلام رسمی جنگ از سوی روزولت
چند ماه پس از اشغال ایران صورت گرفت و دولت ایالات متحده آمریکا هنوز به طور رسمی وارد جنگ نبود، نماینده نظامی در میان متفقین داشت، ولی از اون پس است که نیروی نظامی محدودتر از بریتانیا و شوروی در ایران دارد، پایگاه نظامی داره، نمایندگی نظامی داره. سند شماره 10 رو نگاه میکنیم، حتی در سند شماره 10 میگوید که وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده که به دلایلی حاضر است که وجود نیروهای نظامی در ایران رو پایان بده، چون یک گرفتاری حقوقی داشتن در مورد ایران. در سند شماره 11 که خیلی جالب است در مورد مذاکراتی صحبت می کنند، در تاریخ اوت 23 اوت 1944 که دولت ایالات متحده آمریکا با دولت پادشاه ایران و شخص محمد رضا شاه وارد گفتگو در مورد یک پیمان حضور نیروهای نظامی در ایران شدند و شاه تردید داره درباره بستن این پیمان و از این سخن میگن. در سند شماره 12 در تاریخ دسامبر 1944 از قول ژنرال شوارتزکوف که سرپرست ژاندارمری ایران شده، سندی میبینیم که در اون گفته شده ژنرال شوارتزکوف خواهان سرپرستی کل پلیس شهری ایران هم هست. یعنی نیروی نظامی در ایران داشتن، نیروی نظامی جدی بوده و این افسانه ها که میپردازند و میپراکنند خب نشانی از این است که نه با تاریخ آشنایی دارند نه با اسناد رو واقعا میخوانند. اگر برگردم به ماجرای این اسناد و مسئله نامه مصدق، نامه مصدق یک نامه بسیار ساده و قابل فهم است، جدا از سخنرانی های او نیست، و در این نامه به دولت شوروی دوستانه هشدار میدهد که در واقع میگوید که جلوی فعالیت تبلیغاتی حزب توده و تحریک رو بگیرید، ما در آینده میتوانیم پس از پایان جنگ با شما گفتگو کنیم. هیچ وعده ای هم نمیدهد و مهمترین کار مصدق در این دوران ابتکاری که او به خرج میدهد، البته ابتکاری است که دیگران آغاز کردن ولی مصدق با درایت و شجاعت این رو در مجلس مطرح میکنه، در ماده واحده است که جلوگیری میکند از بستن هر گونه پیمانی با شرکت های خارجی برای دادن امتیاز، هر گونه امتیازی در دوران جنگ و حتی زندان برای افرادی که وارد این گفتگو بشوند تعیین میکند. این سند استقلال ایران و آغاز گفتمانی جهانی است، گفتمان جهانی موازنه منفی واقعا به نام محمد مصدق سکه اون ضرب شده. در این سندی که در مجلس شورای ملی تصویب شد و بگوهایی که مصدق در این مجلس میکرد که ما نباید موازنه مثبت ایجاد کنیم، طرفین رو در واقع مقابل هم بگذاریم، ما هر دو طرف رو باید به طور منفی در واقع نخواهیم، یک نوع موازنه منفی ایجاد کنیم، و این بحث موازنه منفی از ایران به دنیا کشیده شد. خیلی ممنون آقای امینی عزیز، فرصتی نداریم ولی جا داره که بگوییم که دو کتاب پر سر و صدا درباره قوام منتشر شده، یکیش کتاب در تیررس حادثه است از آقای حمید شوکت و دیگری دو جلد کتاب زندگیات خسرو شاکریز با عنوان غروب شوکت جناب اشرف. شما مثل که با عهدشون دوستی صمیمانه داشتید و دارید. نه داشتم، با آقای شوکت یه دوستی داشتم که اینک 10 سالیست که این دوستی دیگه به دوری تبدیل شده، ولی خسرو شاکری رو تا پیش از مرگ همواره در پاریس میدیدم و براش احترام بسیار بسیار زیادی قائل بودم و من و شما هر دو با برادر ایشون علی شاکری دوستی دیرینه داریم و احترام زیادی من برای ایشون قائل هستم. جناب مهری، یک پرسشی هم از دوستی من دریافت کردم پس از سخنانی که در برنامه خودم در برنامه یک کلمه گفتم. چند دقیقه وقت داری؟ 2 دقیقه. بله، پرسش بسیار جالبی بود در این 2 دقیقه و 2 ثانیه. بله، پرسش ایشان این بود که مصدق در مجلس
چهاردهم نماینده اول تهران بود و رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس. در مجلس شانزدهم مصدق یک گروهی رو رهبری کرد، فراکسیونی رو به نام فراکسیون نهضت ملی، که اکثریت نماینده 12 نماینده تهران 8 تن رو این فراکسیون در واقع گرفت و مصدق رهبر و لیدر اونها به شمار می آمد. پرسش این هم یعنی بودی که تکلیف مجلس 15 چه شد؟ چرا مصدق در مجلس 15 شرکت نکرد؟ این نکته که در مورد این دو کتاب گفتید، حتما ما باید برنامه هایی رو در مورد قوام السلطنه داشته باشیم. پاسخ میدهد، چون در مجلس انتخابات مجلس 15 رو قوام السلطنه اصلا سازمان داد و به گونه ای سازمان داد که این مجلس در دست حزب دموکرات قوام باشد و از تهران یک نفر از مخالفان انتخاب نشد. همه کسانی که انتخاب شدند از حزب قوام السلطنه بودند و در نتیجه عدم انتخاب مصدق نه به این دلیل بود که میان مجلس 14 و مجلس 16 او دارای نفوذی در میان شهروندان تهران نبود، به دلیل این بود که جناب قوام السلطنه انتخابات رو سازمان داده بود و رهبری کرده بود و از صندوق رأی مانند صندوق‌های رأی دیگری که ما در تاریخ ایران دیدیم نمایندگانی که می‌خواست بیرون آورده بود و مصدق این کارزار اصلا شرکت نکرد، چون میدانست که سرنوشت این انتخابات چه خواهد بود. و به هر حال میتوان گفت در این دوران دو شخصیت مصدق و قوام السلطنه دو شخصیت بسیار کارساز دوران بوده. 7 ثانیه به من ایراد میگیرن چرا میگویم مصدق و به او میگویم قوام السلطنه، چون مصدق رسما اعلام کرده بود که نمیخواهد مصدق السلطنه باشد، قوام السلطنه. از هنگامی که فرمان نخست وزیری گرفت به نام قوام السلطنه دستخطهای نخست وزیری رو منتشر میکرد. خیلی ممنون آقای امینی عزیز، سپاس گذارم. با سپاس فراوان تا اینکه درباره قوام السلطنه تا سال آینده تا سال آینده. درود بر همینانی که به این برنامه توجه فرمودند. با سپاس مجدد از آقای امیر، کارگردان برنامه، کارگردان دقیق برنامه ما. سپاس گزارم.